درود دوستان خوبم، میدونم روزای سختی رو داریم میگذرونیم هممون، فکر کنم حداقل روزی 3-4 بار گریه میکنیم، ولی هیچ وقت این اندازه پشت این گریه ها من روشنایی و امید ندیدم. باور بکنید، یعنی هرچی فکر میکنم تمام مهرهاش و رژیم جلاد و کتک‌کش به کار برد، ولی با هر مهرهی ضربهی به خودش زد، یه کلنگ به خاک و به قبرش زد. آخری مهرش هم اعدام بود که چندین کلنگ زد و به ته قبر رسیده. جمهوری اسلامی آماده به گور رفتنه. این اتفاق افتاد با کشته شدن، با اعدام محسن شکاری. تمام نور افکنه غرب روی جمهوری اسلامی دوباره برگشت. 15 میلیون ایرانی از داخل و بیرون، بسم خارج، ایرانی های خارج از کشور روش کار کردن. تمام مدیاهای دنیا در مورد این اعدام کار کردن. اعدام دیگه نمیتونه اتفاق بیفته چون تموم شده جمهوری اسلامی. با این اعدام ها به جایی رسید که حتی نیروهای خودش هم متحدین جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه، به خصوص چین، عقب نشینی کردن چون میدونن پایان جمهوری اسلامی سقوطه و مرگ مطلقه. به این دلیل روشنایی رو من پشت این گریه ها میبینم. بچه ها امیدوارتر از همیشه حرکت کنید. شما یادتون نره 15 میلیون ایرانی روی اخبار اعدام ها کار میکنه و یادتون نره جمهوری اسلامی زیرکانه، ولی زیرکانه که تش مرگ دیگه، داره پیش مقدمه، یعنی پیش خبر میده در مورد اعدام ها. هدف هم داره ما رو فقط با اخبار اعدام ها سرگرم کنه در کنار وحشت و ترسی که میخواد ایجاد کنه که نتونست. شما چیکار باید بکنید؟ فکر کنید یک جبهه جنگه، داری میجنگی، یکی زخمی میشه، یکی کشته میشه، چند نفر هستن عقب پشت جبهه که کمک کنن به بردن زخمی هامون یا کشته شدگانمون؟ شما به کارتون ادامه بدید. رو شمایی که در جبهه جنگید، در خط مقدمه جبهه هستید، مقدمه جنگ هستی، شما عقب نشینی نکنید، به کارت ادامه بده. سکوت، اعتراض در سکوته، اعتراض شبانه، هر کاری که به میل خودت انتخاب کردی که تو آگاه‌تر از ما هستی، به کارت ادامه بده. جمهوری اسلامی ناتوان با تبلیغات سوء خودش در رو ما تأثیر بذاره. رو حجاب خواست این کارو بکنه و یادش رفت انقلاب ما انقلاب روسری و حجاب بود، انقلاب تار موی یک زن بود، ولی یادش رفت خواستگاه های زنای ما خیلی بیشتره. زنای ما باید رهبرها و لیدرهای آینده سرزمین ما باشه. ما همه رو سوزوندیم. یک شعله کوچیک رو، انقلاب ژینا رو، به یک اقیانوس آتش، یک جهنم برای جمهوری اسلامی درست کردیم. باور بکنید 3 ماه، آره اندازه 3 سال ما رو فکر میکنیم خسته و پیر کرد، ولی ارزشش رو داشت چون اندازه همین 3 ماه اندازه 30 سال جمهوری اسلامی رو تحقیر کرد، ویران کرد، خارج کرد. رهبری که مثل خدا را میرفت آوردش پایین، یکی از اون پایه های دیگه رهبر بود، دیگه وجود ندارن اینها. تموم شد. دار اعدام جمع میشه، روسری ها جمع میشه، همه اینا رو آتیش میزنیم. دار اعدام، وقتی ما دار اعدام رو آتیش میزنیم که قبلش اینا باید تست و مزه دار اعدام رو بچشن، بعد همه رو جمع میکنیم. موفق هستی، موفق تر خواهیم بود. آزادی پشت درهای ماست. هیچ وقت اینقدر من نزدیک استش نکردم. اینو از اعماق وجودم داره میاد این جملات، نه اغراق، نه به خاطر شاد کردن شما هست. به امید آزادی، به امید پیروزی زود هنگام. موفق باشید.